ایزدی ها، از کهن‌ترین اقلیت های مذهبی و قربانی یکی از وحشیانه ترین حملات داعش. حالا اما آنها اقلیتی هستند با رازی پنهان. مجد داعش ملت کی کامل، دین کی کامل، وقت عباده بوش عند بكره ابيهم وكي حرب قوتي ويتخر كزجي خونه مايا بم بحثات ده پچوکات کن. بسیاری از زنان ایزدی به ناچار تن به بردگی جنسی دادند و بعضی اکنون فرزندانی دارند با پدران داعشی. فرزندانی که طی سالهای شکنجه و عذاب تنها مایه آرامش خاطر مادرانشان بودند. 4 سال اسیر داعش بودم، اما الان با وجود این بچه تونستم همه اون روزا رو فراموش کنم. اما زنانی مانند روژین مجبورند بین فرزندانشان و بازگشت به جامعه ایزدی یکی را انتخاب کنند. جامعه ای که پذیرای کودکان حاصل از تجاوز نیست. ازت میپرسم، به نظرت این اشتباهه که ما دلتنگ بچه هامون میشیم؟ منظورم زنهایی مثل ماست. در 1 سال گذشته برای پیدا کردن زنانی که با این انتخاب سخت مواجه بوده اند، به بخش‌هایی از شمال عراق و سوریه سفر کردم. برای روایت کردن سرگذشتشان، حکایتی که سران ایزدی می‌خواهند مسکوت بماند. این تصاویر تقلای ایزدیان درمانده برای فرار از داعش تابستان 2014 جهان را در بهت فرو برد. صدها نفر از مردان کشته شدند و بیش از 6000 زن و کودک در کوهستان‌های سنجار به دست این گروه افتادند. ایزدی‌ها قرن‌ها مورد آزار قرار گرفتند. اما حمله داعش متفاوت بود. اليوم سوق السبايا، اليوم سوق وما ملكت ايمانك، اليوم التوزيع. این گروه زنان و دختران ایزدی را به عنوان بردگان جنسی با خود بردند. پنج سال بعد، در حالی که چیزی از خلافت داعش نمانده، به روستای آموده در شمال شرقی سوریه آمدم. گروهی از زنان ایزدی که دست داعش بودند، قرار است به خانه هایشان در عراق برگردند. سرگذشت این زنان کانون توجه رسانه های دنیا بوده. حکایتشان نبرد خیر علیه شر. اما بخشی از این داستان از نگاه ها پنهان مانده و سران ایزدی می خواهند همانطور بماند. پس از 5 سال تن دادن به تجاوز و ازدواج های اجباری، بیشتر این زنان حالا فرزندانی دارند با پدران داعشی. عمر عدی بدأ بالسنة الرابعة و فوزية بدأت بالسنة الثانية و رقية بدأت بالأول سنة. سوري 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 مي قالك؟ السلام عليكم. شلون؟ هاي هاو ار يو؟ Everyone did interview with her. سلم الأول. But everyone شيخ این مرد شیخ زیاد است، رئیس جامعه ایزدی ها در سوریه. If she didn't give us permission, I wouldn't do that. But there are some cases you can't interview them from the morning to the evening. But others, there are some speciality with that. We don't accept that. But she already did interview. But Sheikh, she. Sorry. So where is her kids? قبل از اینکه جوابی بگیریم، زنها را به سرعت سوار ماشین کردند و روانه مرز عراق. کاروانشان را دنبال کردیم، اما به همان هشدار دادند بیش از این موضوع بچه ها را پیگیری نکنیم.
این نقطه ای که زنها و بچه های ایزدی که دست داعش بودن بالاخره سوریه رو ترک میکنن و ما میدونیم که حداقل دو تا از زنها بچه هایی دارن که پدرشون داعشی بوده، اما به نظر میرسه هر دوی اونها تنها دارن به عراق برمیگردن. بعضی از این زنها مجبور شده اند برای برگشتن به خانه و جامعه ایزدی بچه هایشان را در سوریه ترک کنند. این دیدار دوباره با عزیزان در عراق، لحظه هایی پر از غم و شادی. هزینه این وصال فراق و جدایی از جگرگوشه ای دیگر است. چند زمان؟ سال پیش برای اولین بار با زنی ایزدی ملاقات کردم که این شرایط تلخ را تجربه کرده بود. برای امنیت این زن هویتش را پنهان کرده ایم و با نام مستعار جوان یا با خانش محلی جوان معرفیش می کنیم. مانند هزاران زن دیگر، مصائب جوان هم از کوههای سنجار شروع شد. کچوجنی دیز دیم برین میرین مجی اسلامین مجی همو جمع اندن. همه زنها و دخترها دست داعش افتادن و فکر میکنم همه مردها رو کشتن. نصفی از ما رو بردن به سوریه و نصف دیگمون تو عراق موندن. اونا حتی دختر بچه هایی که فقط 7-8 سالشون بود و هم بردن. ما رو شکنجه کردن و کاری از دستمون بر نمی اومد. بس نب دستی ما بود شکیب دستی من نبود. جوان و سه فرزند ایزدیش به دست داعش افتادند و او برای اینکه بتواند بچه هایش را نگه دارد، به ناچار با یک جنگجوی تونسی ازدواج کرد و قبول کرد مسلمان شود. اون هیولاها ما رو بردن و تا زمانی که اون داعشی تونسی کشته بشه 11 ماه باهاش زندگی کردم. وقتی کشته شد دیگه 7 ماه حامله بودم. 2 ماه بعد از مرگش پسرم رو به دنیا آوردم. شوهر ایزدی جوان با کمک گروهی از قاچاقچیان بالاخره توانست ردی از آنها بگیرد و با پرداخت هزینه گزاف فرزندانش را به عراق برگرداند. اما جوان 2 سال دیگر در سوریه ماند. همسرش پسر دیگر او را که از مردی داعشی بود نمیپذیرفت. از او 8 کس که دل باید بود، هم نه بود. من با 8-9 زن و دختر دیگه یه جا بودیم. اونا هم از اعضای داعش بچه دار شده بودن و از ترس خونواده هاشون نمیتونستن برگردن خونه. بدون اینکه به اونا چیزی بگم از اونجا رفتم. چون اونا بهم گفته بودن که اگه برگردم خونوادم بچه رو ازم میگیرن. سرانجام شوهر جوان کوتاه آمد و اون همراه پسرش به عراق برگشت. اما خیلی زود مجبور شد از بچه‌اش جدا شود. من می‌خواستم پسرم رو نگه دارم ولی نتونستم. جامعه ما اون رو قبول نمی‌کرد. داعش خیلی به ما ظلم کرد. خیلی از ماها رو بردن و کشتن. نمی‌خواستم به خاطر نگه داشتن پسرم جامعه ایزدی رو برنجونم. تصمیمی که همچنان او را عذاب می‌دهد. ازت میپرسم، به نظرت این اشتباهه که ما دلتنگ بچه هامون میشیم؟ منظورم زنهایی مثل ماست. اینجا لالش است. مقدس‌ترین معبد ایزدیان که هزاران سال پیش از اسلام و مسیحیت بنا شده. ایزدیان معتقدند که دینشان کهن‌ترین دین دنیاست. اما هر فردی نمیتواند وارد این دین شود. حفظ خون پاک محور اعتقادات ایزدی است. این دختران و پسران نوجوان از دست داعش نجات پیدا کردند. تا 5 سال پیش کسانی مثل آنها از جامعه ایزدی طرد می‌شدند. بر اساس تعالیم دینی ایزدی ها اگر فردی ایزدی با شخصی غیر ایزدی رابطه جنسی داشته باشد باید تکفیر شود، حتی اگر آن رابطه به اجبار باشد. اما در اقدامی تاریخی بابا شیخ مرجع دینی ایزدیان قانون جدیدی وضع کرد تا
زنان و دخترانی که توسط داعش به بردگی گرفته شده بودند بتوانند دوباره به جمع ایزدی ها برگردند. واقعا تاثیرگذار دیدن زنها و بچه هایی که مدت ها در دست داعش بودن و حالا دوباره به جمع ایزدی ها برگشتن و اونطور که میبینم این جشن سال نو هم فرصتی شده برای خوش آمدگویی به اونها. به نظر جامعه ایزدی در حال پوست اندازی است، اما یکی از قدیمی ترین اصول آنها همچنان پا بر جاست. برای ایزدی بودن پدر و مادر باید هر دو ایزدی باشند. به همین دلیل فرزندانی که پدری داعشی دارند ایزدی محسوب نمی شوند. اما اگر رهبران دینی یک بار قوانین را تغییر دادند نمی توانند باز هم راهی پیدا کنند. برای جواب این سوال باید مراسم جشن لالش را ترک کنم و به دیدار علی خضر الیاس بروم. با بشیخ مجلس روحانی بخو که موافقه که یلگل میری که میر رئیس مجلس روحانیه رئیسه و با بشیخ و که ام قبول که این وان جنا که بینه بزبرن چون که تعدابو لوان جنا ها تکرین نب کیفا خو چوبون. I met some of these Yazidi women in Iraq and Syria. من در سوریه و عراق با زنان ایزدی آشنا شدم که مدتی طولانی دست داعش بودن و از اعضای این گروه بچه دار شدن. فکر میکنین میشه بابا شیخ یا مجلس روحانی ایزدی ها به توافقی برسن و دستوری برای پذیرش این بچه ها هم در جامعه ایزدی صادر کنن؟ اف اعداده که کیمه اما مقدما كيما نقلكن بس الهيره ده عندك تشبيتين موانع بيتين او موانع انتيا نمساله موانع كباب الشيخه ان مجلس روحاني قبولنا كذا وانا بزفر وان زار رابي اصلا قانون عراقي مع الاسف رقماوي نلبنا قانون ما الدوره رقماوي اب من اناتشبت اب اي بسلمانه اب دي بيجتي بسلمانه ممنوعه تو بكيزيدي سو خب اگه فرض کنیم مشکلی در قانون عراق نبود، اون وقت مجلس روحانی و جامعه ایزدی این بچه ها رو قبول می کردن؟ اوه جنه و اوه مالی که قبول کرد او کره داعش ها مالا خوب خویب کن و خودان کن چو ما نعملینه چو اشکال با مجلس روحانی نینه. But I met families. اما من با خانواده‌هایی صحبت کردم که می‌گفتن حتماً باید دستوری از طرف بابا شیخ باشه که این بچه‌ها رو بپذیرن، وگرنه نمی‌تونن اونها رو قبول کنن. اما اجدا سداش مکملت کی کامل دینه کی کامل وقت عبادت بوش عند بكره ابيهم وك عرب گوتي و اخر کس جي خونه ما بم بحث ده چوکات کن ده زاب بلا بين ابي ادي خلاص کن کبزن دي چاب. به نظر علی نمیخواست بیشتر در این باره حرف بزند. اما یک هفته بعد مجلس روحانی ایزدی ها در بیانیه ای اعلام کرد بچه هایی که پدرانشان داعشی اند در جامعه ایزدی پذیرفته نیستند. قانونی که ظاهراً مدت ها قبل از این بیانیه هم وجود داشته. در طول یک سال تحقیق 20 زن ایزدی را شناسایی کردیم که فرزندانی از داعش داشتند. به هیچ کدام اجازه داده نشده بود که بچه هایشان را به خانه بیاورند. تنها یک زن را پیدا کردیم که بچه اش را نگه داشته بود. قرار شد او را در اتاقم در یک هتل ببینم. او نمیخواهد کسی در جامعه ایزدی بفهمد که با ما صحبت کرده. برای او هم نامی مستعار انتخاب کردیم. روژین و دخترش 5 سال پیش به چنگ داعش افتادند. چند هفته قبل از رهایی از داعش احساس کرد باردار است. 7 ماه بعد در عراق پسرش را به دنیا آورد. حالا روژین و شوهر ایزدیش این بچه را پنهانی به عنوان یک ایزدی بزرگ می کنند. ما پسر روژین را با اسم مستعار نادیار معرفی کردیم. نه خانوادم، نه کس دیگه در جامعه ایزدی حقیقت را راجع به این بچه نمی دونن. من همش نگران این موضوعم. واقعیت اینه که 4 سال اسیر داعش بودم. حالا به خاطر این بچه تونستم همه اون روزا رو فراموش کنم.
if they find out. فکر میکنی اگر متوجه موضوع بشن نادیا رو ازت بگیرن؟ آره حتماً. اگه بفهمن یا بچه‌م رو ازم جدا میکنن یا مجبورم میکنن خانواده‌م رو ترک کنم. به این موضوع خیلی فکر کردم، اما میدونم که اگه بچه‌م رو ازم گرفتن نمیتونم با دوتا بچه دیگه‌م همینجا بمونم. So it must be very difficult. زندگی با این همه نگرانی و ترس باید خیلی سخت باشه. Fears all the time. آره خیلی سخته. 4 سال دست داعش بودم، خیلی زجر کشیدم، کتک خوردم، تشنگی و گشنگی کشیدم، اونا حتی دخترم رو ازم جدا کردن. ما اون موقع خیلی اذیت شدیم، اما اگه الان پسرم رو ازم بگیرن برام از اون روزم وحشتناکتره. اینجا اردوگاه الهول است، در شمال شرق سوریه. بیش از 70,000 زن و کودک که خیلی از آنها خانواده های اعضای داعشند در این اردوگاه زندگی می کنند. وضعیت اردوگاه هولناک است و بسیاری از ساکنان اینجا همچنان به تفکر پر از نفرت داعش باور دارند. اما ظاهراً تعداد زیادی از زنان ایزدی هم اینجا پنهانند، از ترس اینکه بچه‌هایشان را که پدر داعشی دارند ازشان بگیرند. دکتر قفوری از فعالان کرد در این اردوگاه به دنبال زنان و بچه‌های ایزدی می‌گردد تا آنها را به خانه برگرداند. فکر میکنین چه تعداد از زنای ایزدی که اینجا هستن از داعش بچه دارن؟ Those who are coming back now. Most of them. 8 of 10. هر کدوم چند تا بچه؟ Most of them they have one up to 3 or 4 kids. You know the feeling of a mother, you know? You won't believe how they are holding their babies. Because mother is a mother. The feeling of, you know, the love of mother comes above all kind of religion or belief or anything. دکتر قفوری تلاش می‌کند تا زنان ایزدی را متقاعد کند تا به خانه‌هایشان برگردند، حتی اگر مجبور شوند بچه‌هایشان از اعضای داعش را اینجا رها کنند. او تیمی از زنان ایزدی نجات یافته از داعش دارد. مأموریتشان سری است. چادر و برقه به سر می کنند و برای شناسایی ایزدی ها در اردوگاه می گردند. مأموریتی پرخطر. پلیس های زن داعش هنوز در اردوگاه فعالند. تا به حال تعدادی از زنان ایزدی اردوگاه الهول را ترک کرده اند. من ماها در شمال شرق سوریه به دنبال بچه های آنها از داعش گشتم، اما هیچ کس جواب نداد که این بچه ها کجا هستند. هنوز اما مصممم تا بدانم چه بر سرشان آمده. دست کم درباره آنها که به عراق آمدند. برای همین راهی یتیمخانه‌ای در موسل هستم که گویا با پس گرفته شدن شهر از داعش شاهد تعداد زیادی از کودکان بی سرپرست بوده. بیش از 50 کودک و نوجوان در این یتیمخانه دولتی نگهداری می شوند. سکینه محمد علی یکی از مسئولان ارشد این یتیمخانه است. انا اجد استلمت نساء، اجد استلمت اطفال مسیحیین، ترکمان، شبک، ما مثل اطفال الیزیدیه اللي احنا كانه نقطع قلبها وناخذ الطفل. بس المجتمع والناس اقوى من اي مشاعر. آنجا متوجه شدم که سکینه جوان را میشناسد، همان زن ایزدی که یک سال پیش مجبور شده بود پسرش را ترک کند. اسم مستعارش را آدم گذاشتیم. شوهر جوان با سکینه تماس گرفته و از او خواسته بود آدم را به یتیم خانه ببرد. المهم انا وزوجها احنا كنا متفقين عنده ناخذ طفلها ناخذ طفلها
أربع ساعات أنا أقنعها بأنه تسلم طفلها، ما تقتنع. يعني تعبت بحيته. آخر شيء قلت أقول لأبو فلان أخذ زوجتك، لأن ما أقدر عليها صراحة. أباوع الطفل أنقهر، أباوع المرأة أنقهر، وزوجها منها يبكي. يعني لا مشكلة، ما كان اكو حل إنه غير نكذب عليها. سکینه به جوان گفته بوده که فقط برای یک هفته پسرش را میبرد. اما به خوبی میدانست که شوهر جوان هرگز این بچه را قبول نخواهد کرد. این آخرین باری بود که جوان میتوانست آدم را ببیند. چند ماه بعد به خاطر مشکلات مالی، مسئولان یتیمخانه تصمیم گرفتند تعدادی از بچه ها را برای فرزند خواندگی واگذار کنند. يعني هو أطفال إحنا بفتحنا باب التبني، من ضمنهم أضوء هذا هم راح معانا، مو بس هاي، كل أطفال اليزيدية راحوا. خبردار شدم که قبل از من جوان هم برای دیدن پسرش به یتیم خانه سکینه رفته، اما دیگر دیر شده بود. حتما برایش خیلی دردناک بوده که فرزندش را بدون رضایت او واگذار کرده اند. تصمیم گرفتم جوان را پیدا کنم تا ببینم چطور با این شرایط کنار آمده. متاسفانه حالا جوان کیلومترها دور از خانه در یک پناهگاه زنان زندگی میکند. شوهرش هم او را طلاق داده. هم خانواده خودم و هم شوهرم خیلی سختگیر بودن. من از پسرم جدا کردن. خیلی افسرده بودم. همین شد که بقیه بچه‌هام رو هم ترک کردم و حالا غیر ممکنه که بتونم برگردم پیششون. ولا از یعنی از خائن یعنی خائن بم. من بهش خیانت کردم. من به اون بچه خیانت کردم. نمیخواستم از بچه‌م بگذرم. حس می‌کردم به بچه‌م خیانت کردم. سه تا بچه دیگه هم به اندازه کافی بزرگن و میفهمن که به اونا خیانت نکردم. اما این بچه طفلکی خیلی بیچاره بود. روزی که خونه رو ترک کردم خیلی سخت بود. بچه هم منو دیگه نمیشناسه، ولی من هر روز به فکرشم. یه زن حالا بچه منو به فرزنده قبول کرده و برده، اما فکر میکنم الان براش بهتره با یه نفر دیگه زندگی کنه. این براش بهتره. جوان به شدت از قوانینی که او را از فرزندش جدا کرده خشمگین است. برای همین تصمیم گرفته به دین ایزدی باز نگردد و مسلمان بماند. دیگه نمیخوام عضوی از جامعه ایزدی باشم. اگه شوهرم مسلمان بود شاید پسرم رو رد نمیکرد. در واقع این دینه که منو از خانوادم جدا کرده. ایزدیا خیلی متعصبن. اگه کل دنیا عوض شه، ایزدیا عوض نمیشن. دیدن جوان در حالی که چهار فرزندش رو هم از دست داده خیلی ناراحت کننده بود. به دیدار خانواده ایزدیش رفتم تا ببینم آیا راهی هست که آنها دوباره زیر یک سقف جمع شوند؟ خوشبختانه شوهر جوان قبول کرد که با من حرف بزند. بهت گفتم که میدونم اون بچه گناهی نداره. خواست خدا بوده که اون به دنیا اومده. ولی وقتی یکی میاد و مردهای یک قوم رو قتل عام میکنه و بعد با زنت بچه دار میشه، دیگه هیچ کس اون بچه رو قبول نمیکنه. شاید چنین چیزی توی غرب جا افتاده باشه، ولی توی شرق قبول نمی کنند. ما چنین چیزایی رو قبول نمی کنیم. دلت براش تنگ شده؟ نه. نه. دلم براش تنگ نشده. وقتی دست داعش افتاد رفتم تو کوهستان سنجار دنبالش گشتم. هر وقت میگفتن یه زن ایزدی آزاد شده، با امید اینکه شاید خودش باشه میرفتم و دنبالش میگشتم. خیلی ناراحتم به خاطر همه اتفاقاتی که افتاده.
ولی دیگه بهش نیازی ندارم. همسرش کار جوان را غیر قابل بخشش می داند. احساسی که گویا فرزندانش هم در آن شریکند. نمیخوام برگرده. از دست داعش آزاد شد و برگشت پیش ما، ولی دوباره ما رو گذاشت و رفت. منم دیگه نمیخوام ببینمش. وقتی برگشت زندگی خوبی داشتیم، حالش خوب بود، ولی یه دفعه دوباره رفت دنبال اون بچه و میخواست بیاردش پیش ما. چنین چیزی غیر ممکنه. یعنی تو این بچه رو به عنوان برادرت قبول نداری؟ نه، درسته که مادر ما اون بچه رو به دنیا آورده، ولی چون از پدرمون نیست نمیتونه برادر ما باشه. اون پسر یه داعشی و نمیتونیم به عنوان برادر قبولش کنیم. اما حتی اگه ما و پدرمون قبولش کنیم، جامعه قبولش نمیکنه. جوان شاید وحشت بودن زیر سلطه داعش را پشت سر گذاشته باشد، اما حالا سایه قوانین جامعه ایزدی است که بر زندگیش سنگینی می کند. او و خانواده‌اش مانند بسیاری از ایزدیان دیگر هم قربانی داعشند و هم قربانی شرایطی که جوان را ناچار به انتخاب میان دین و فرزندش کرد. من دست ده موکل آدم. اسم اینو آدم گذاشتم چون موهاش طلایی بود. اسم این یکی هم به یاد پسرم حاتم. امیدوارم بچه ها منو فراموش نکنن و یه روزی اگه خدا بخواد دوباره همدیگر رو ببینیم. این تنها آرزوی منه.